با کراوات با کراوات به دیدار خدا رفتم و شد. با کراوات به دیدار خدا رفتم و شد. برخلاف جهت اهل ریا رفتم و شد. ریش خود را ز ادب صاف نمودم با تیغ، همچنان آینه با صدق و صفا رفتم و شد. با بوی ادکلنی گشت معطر بدنم، عطر بد خود زدم و قالی سا رفتم و شد. حمد را خواندم و آن مد ولزالین را ننمودم ز ته حلق ادا، رفتم و شد. با کراوات به دیدار خدا رفتم و شد. برخلاف جهت اهل ریا رفتم و شد. یک دم از قاسم و جبار نگفتم سخنی، گفتم ای مایه هر مهر و وفا، رفتم و شد. لن ترانی نشنیدم ز خداوند، چو او ارنی گفتم و او گفت رسا، رفتم و شد. مدعی گفت چرا رفتی و چون رفتی و کی؟ من دلباخته بی چون و چرا رفتم و شد. با کراوات به دیدار خدا رفتم و شد. برخلاف جهت اهل ریا رفتم و شد. مسجد و دیر و خرابات به دادم نرسید، فارغ از کشمکش این دو ستا رفتم و شد. خانقاه هم فلک آبی و خانقاه هم فلک آبی بی سقف و ستون، پیر من آن که مرا داد ندا، رفتم و شد. گفتم ای دل به خدا هست خدا هادی تو، گفتم ای دل به خدا هست خدا هادی تو، تا بدین سان شدم از خلق رها، رفتم و شد. با کراوات به دیدار خدا رفتم و شد. برخلاف جهت اهل ریا رفتم و شد. به نام خدای ایران و به نام ملت نستوه، ملت زیرک، ملت همدرد و ملت با پشتکار و نیرومند ایران، و با درود به یکایک بینندگان ارجمند تلویزیون پارس، برنامه درگذرگاه تاریخ رو می آغازم. چامه ای که در آغاز برنامه شنیدید از چامه سرای بسیار خوش‌ذوق محمد علی گویا بود. همیهنان گهگاه، یعنی هر روز در حقیقت همیشه، پرسش هایی رو از من دارن و درخواست میکنن که با ایمیل یا با نامه پاسخ اونها رو بدن. همیهنا، آیا شما میدونی در روز چند نامه، چند ایمیل برای من میاد، چند فکس میاد؟ من وقت اون رو ندارم که پاسخ همه رو با نامه بدم یا با ایمیل بدم. یعنی وسیله و افزاری که در دست من هست برای پیوند با شما همین تلویزیونه. بنابراین شما اندکی وقتتون رو بگذارید و پاسخ پرسش‌های خودتون رو از همین تلویزیون از من بشنوید. اگر پرسش تاریخی است، در برنامه تاریخ روزهای سه‌شنبه و روزهای چهارشنبه من باز میکنم. یعنی شما ایمیل بدید، نامه بدید، فکس بدید، هر چی میخواید بدید، من یادداشت میکنم و اینجا پاسخ میدم. و یا اصولا گهگاه زمان به من پروانه بده، تلفن رو باز میکنم و با تلفن
میتونیم با هم پرسش پاسخ کنیم. اگر پرسش فرهنگی و ادبی است روزهای آدینه در برنامه فارسی، و اگر پرسش تاریخی است روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در برنامه تاریخ. گهگاه من سخنان بزرگان رو برایتون خوندم، امروز میخوام سخنان کوچکان رو براتون بعضیاشون رو بخونم. امام جمعه ارومیه میگه یک فرد مشرک را وقتی که فهمیدیم واقعا مشرک است باید او رو بسوزونیم. عجب روحانیه، واقعا روحش داره پرواز میکنه. اگر با گلوله هم بکشیم اشکالی نداره. همینا اینا رو گفتن ها، عقل سلیم باور نمیکنه که یه آدمی به نام روحانی بیاد یه همچی پرت و پلاهای ددمنشانه بگه، ولی گفته. امام جمعه شیراز جالب گفته، گفته گرونی خانه باعث شد که جوانان پاک ما به جای مسکن، چون خونه گرون شده دیگه، دوست دختر و دوست پسر بگیرن. خوبه خونه که گرون میشه جوانا میرن دوست دختر دوست پسر بگیرن، چون ربطی داره. خانم شکوفه گلخو رئیس دانشگاه الزهرا، مصری های دانشگاهی دارن به نام الازهر که یکی از بزرگترین دانشگاه های جهانه، اینا اومدن دانشگاه الزهرا درست کردن. ایشون گفتن بدحجابی زنان موجب فعال شدن قده هیپوفیز مردان در تولید مثل میشه. یعنی زنها وقتی بدحجابی کنن قده هیپوفیز مردان کار میفته و تولید مثل زیاد میشه. قرائتی گفته یک کلمه این حرف حساب زده، قرائتی نیست، خله خود خلوزه. بعضی وقتا سخنایی که میگه درست جالبه. یه دفعه گفته بود ما این مهمونی اومدیم که فوری بریم، ما حالا هستیم. یکی هم اینجاست میگه ما آخوندها همیشه مثل گاز اشکاور عمل میکنیم، فقط بلدیم گریه مردم رو در بیاریم. واقعا کارشون همینه دیگه. احمدی نژاد فرمودند ما یک کشور واقعا آزاد هستیم، واقعا آزاده. هر روز لباس شخصی ها و عوامل امنیتی آزاد آزاد میرن خونه های مردم، پدر خانواده، مادر خانواده، فرزند خانواده رو میگیرن آزاد آزاد میبرن زندانیش میکنن. کشور آزادیه دیگه. سید حسن مرعشی گفته احمدی نژاد نه تنها معجزه هزاره سوم است، بلکه معجزه هزاره چهارم هم هست. یعنی 100 سال دیگه بعد معجزه است ایشون. و واپسین اونها امام جمعه تبریز گفته علت زلزله اخیر تبریز اظهارات آقای اعلمی نماینده تبریز در مورد سید و شهده است. حالا من نمیدونم لابد آقای اعلمی چیزی گفته که زلزله اومده یا. خب امروز میخوام یک کمی زمان رو بگذارم برای گفتگو با هممیهنان ارجمند اگر زمان برسه. ما به اونجا رسیدیم که یعقوب پیش از اون که درهم بتونه برنامه ریاکارانه خودشو علیه یعقوب به کار ببره و خودشو به بیماری زد و بعد قرار بود یارانش یعقوب رو سربنیز کنند، یعقوب متوجه شد و رفت و با فرمانده شهر، با همه کاره شهر یکو به دو کرد و درهم دست‌ها رو به هم کوب که بیان یعقوب رو بگیرن یا بکشن، که یعقوب از پنجره پرید و دوستانش که در بیرون منتظر بودن آمدند و گارد رو یه دشون رو کشتن، دیگرانشون رو تسلیم کردن و خود یعقوب به همون گاردی که تسلیم شده بود گفت برید درهم رو بگیرید و بیاریدش پلو من. رفتن درهم رو آوردن و یعقوب دستور داد که اون رو بنزن زندان. بعد از زندان هم داستان رو گفتم که درخواست کرد که بره مکه، بره به حج. یعقوب اجازه داد، رفت حج، از حج رفت بغداد به خلیفه المتوکل، گفت یه آدمی توی سیستان داره جون میگیره، داره پیش میاد، داره بالا میره، داره قوی میشه، داره نیرومند میشه،
و این براتون دردسر میشه. خلیفه المتوکل هم به خیال خودش خواست موزیگری کنه، اون درهم رو فرستاد نزد عمر برادر یعقوب در شهر دیگر، در شهر دیگری بوده عمر، و به وسیله درهم میخواست بین دو برادر رو، یعنی عمر و یعقوب رو به هم بزنه و اینها رو به هم مشغول کنه و درگیر بشن. یعقوب زمانی که این رو شنید به عمر پیغام داد که فوراً درهم رو یا بکش خودت یا بفرستش پلو من. او رو دست بسته فرستادنش نزد یعقوب و یعقوب این بار دستور داد او رو کشتن. البته برخی از تاریخ نویسان نوشتن باز به زندانش انداخت، در زندان مرد. در هر حال یعقوب بعد گفتم که اومد با مردم صحبت کرد و گفت من و شما با یکدیگر باید بیگانگان و عوامل بیگانه را از سرزمینمون برانیم. راه دشواره، راه سخته، ولی با پشتیبانی شما مردم هر کاری شدنیست. بر این پایه مردم هم پیمان نهادن و دست فداکاری و پشتیبانی به یعقوب دادن و یعقوب روز 25 محرم سال 247 هجری قمری برابر با 21 فروردین 239 خورشیدی، یعنی تقریبا 230 سال دیگه بعد از تاختن تازیان، بعد یعقوب خودش رو امیر سیستان نامید، یعنی وارد تاریخ شد. تا اون روز اگر یعقوب از میان میرفت نامش از بین میرفت، ولی اون روز شد امیر سیستان، یعنی شاه سیستان. چون برخی از نامه هایی هم که به یعقوب نوشته شده و در دست هست او رو شاه خطاب کردن. یکی دو ماه بعد از این مسئله بستن پیمان با مردم و امیر سیستان شدن یعقوب، المتوکل کشته میشه که داستان کشته شدنش هم گفتم. ایشون از اون حسادت تازیانه‌ای که داشت، نه تازیانه به معنی شلاق، تازیانه یعنی مانند تازی‌ها، داشت به این انگیزه گفت اون سرو کاشمر رو که زرتشت کاشته ببرید و چوبهاشو بفرستید برای بغداد، و این کار رو کردن. ولی درست زمانی که چوبها سوار گاوهای بارکش و شترهای بارکش شده بود رسید به دروازه سامرا، خلیفه در بزمی بود و ناگهان غلامان ترک ریختند و خلیفه رو تکه تکه کردند و ایشون چشمش به بریده شده های سر به کاشمر نیفتاد. در هر حال او در کشته میشه و المنتصر به جاش می نشینه. المنتصر هم 6 ماه بیشتر نمیتونه خلافت کنه و بعد از اینکه میمیره المستعین خلیفه بعدی میاد و به جای او می نشینه. و اولین کاری که هر خلیفه بعد از رسیدن به خلافت انجام میدادن، فرمان فرمانداری خراسان و سیستان و فرارود یعنی ماورالنهر رو میدادن به خانواده طاهریان، برای اینکه نوکران خوبی بودن، هرچی اون خلیفه ها میگفتن اینها انجام میدادن. و یکی از چیزهایی که یعقوب بسیار ناراحت بود این بود که اولا اونها در خدمت خلیفه بودن طاهریان، دوم اینکه سیستان رو هم زیر نظر خودشون میدونستن. ابراهیم القوسی رو به دستور خلیفه طاهریان آورده بودن فرمان روای سیستانش کرده بودن. محمد طاهر، محمد فرزند طاهر فرماندار اون سه استان میشه، استان فرارود، استان خراسان و استان سیستان. حالا برمیگردیم ببینیم صالح کجا رفت، چون درهم برادر صالح بود و صالح چون نتوانست با یعقوب بسازه اومد گریخت و رفت در شهر بست و اونجا نیروهای رو گرد آورد، برگشت اومد با یعقوب بجنگه و یعقوب شکستش داد و خواست بگیردش، گریخت و توطئه‌های دیگری هم کرد. ولی هر بار که یعقوب
می اومد بهش دسترسی پیدا کنه، ایشون می گریخت. دست به گریزش بسیار خوب بوده، بهتر بگیم پای به گریزش بسیار خوب بوده، و زمانی هم نمی گذشت دوباره می رفت در گوشه دیگری و باز سرکشی رو آغاز می کرد. به همین انگیزه این بار یعقوب برای اون شد که برای همیشه از درد سر صالح راحت شد و آسوده شد. در اجرای برنامه برادر خودش عمرو رو میذاره جای خودش در زرنگ و اداره شهر رو میسپره دست اون، میگه من دارم میرم. و بعد امیر شرط رو، امیر شرط یا شرطه رو میده به عزیز فرزند عبدالله. عزیز فرزند عبدالله رئیس شهربانی در حقیقت میشه و عمرو هم جانشین یعقوب میشه تا یعقوب برگرده. صالح به وسیله خبرچیناش فهمید که یعقوب در تلاش برگشتن به آمدن به بست و میخواد با او دست و پنجه نرم کنه و بگیردش. او هم در بست نیروهای عظیمی رو جمع کرده بود، بنابراین وقتی که یعقوب میرسه به دروازه های شهر بست، صالح پیش دستی میکنه، از دروازه میاد بیرون و جنگ او با یعقوب شروع میشه و جنگی بسیار سخت و هراس‌آور. چند روز این جنگ به درازا میکشه، با سرانجام صالح میبینه نمیتونه جلو یعقوب پایداری کنه. شبانه برای چندمین بار با گروهی از سپاهیانش باز میگریزه، اما به نظر من این آخری گریز نبود، بلکه رفت و نیروهای رو از پیش ژنده پیل جمع کنه و بیاد با یعقوب به جنگ. یعقوب دنبالش رفت و او رو تعقیب کرد. حالا ژنده پیل کی بوده؟ ژنده پیل که در تاریخ ها انواع مختلف نوشتن، به دلیل اینکه تازیان ژنه دارن و تاریخ نویسان تازی، بعد تاریخ نویسان ایرانی تازیگرای، و بعد اصولا در نسخه برداری ژنده پیل تبدیل شده به زنده پیل، زنده بیل، رندبیل، زنبیل و ژنتبیل و غیره، اما نام راستینش ژنده پیله. ژنده پیل یعنی پیل بسیار بی‌پروا. البته ژنده به معنی پاره پوره است، ولی در مورد پیل، ژنده پیل یعنی پیلی که نیرومنده و همه چی رو در هم می‌ریزه و داغون می‌کنه. ژنده پیل دارای پیل‌های بسیار نیرومندی بود و به انگیزه این که کابل، چون فرمانروای کابل بوده، به انگیزه این که از کابل دور بوده و تازیان دستشون به اون نمی‌رسیده و طاهریان هم یکی دو بار خواستن او رو شکست بدن نتوانسته بودند، بنابراین اونجا پیل‌های رو تربیت کرده بوده و توانسته اون منطقه رو زیر چیرگی بگیره. و البته اون طوری که نوشتن سالانه مقداری باج میداده برای خلیفه و با خیال راحت، بدون اینکه دین اسلام رو هم بپذیره و خلیفه هم پوله رو میخواسته، اسلام براش مطرح نبوده، او رو اونجا آزاد گذاشته بوده و راحت کار خودشو میکرد. اما این کابل شاه ها، بهشون کابل شاه هم میگفتن، ولی معمولا اونا رو جنده پیش میگفتن، به چشم از نظر یعقوب یاران تازیان بودن و همیشه این حکومت کابل و حکومت ژنده پیل رو به خطر بزرگی برای سیستان میدونست یعقوب. به هر روی فردای روزی که صالح گریخ، مردم بست دروازه ها رو به روی یعقوب گشودن و پیشواز جالبی از یعقوب کردند و یعقوب نیرو یرا و تدارکات و نیروها و سلاحهای باقی مانده از صالح رو گردآوری کرد و دومین شهر سیستان هم که شهر بست بود و بعد از زرنگ یک شهر بزرگی بود به تصرف یعقوب در اومد. و همونطور که میدونید بازمانده های صالح هم با صالح هم تسلیم یعقوب شد.
در نزدیکی کابل، بعد یعقوب وقتی اینجا رو سر و سامان داد، بلافاصله به دنبال صالح رفت نزدیک کابل. در نزدیکی کابل نیروهای صالح، یعنی ژنده پیل که پشتیبانی از صالح اومده بودند، به گفته نویسنده تاریخ سیستان با اون نیروهای صالح و ژنده پیل، یعقوب عیناً جملهش اینه، حربی کردند که کس هرگز ندیده بود. در این موقع پیلهای ژنده پیل آمدند، وارد جنگ شدند و نیروهای خسته یعقوب رو زیر فشار خودشون گذاشتن. ولی نیروهای یعقوب به علت ایمانی که به فرمانده خودشون داشتن تا پای جان جنگیدند و کوشیدند که اونها رو عقب برونن، اما نیروهای ژنده پیل بسیار زیاد بودن، چشمگیر بودن، بیشمار بودن و نیروهای یعقوب خسته بودن. منتها یک چیزی بود، نیروهای ژنده پیل مزدور بودن، پول میگرفتن، تا حالا تو جنگ شرکت نکرده بودن و نیروهای یعقوب فرمانده خودشون رو میپرستیدن. رفته رفته با این حال کار بر یعقوب سخت شد و نزدیک بود که زیر محاصره قرار میگیره. در همین زمان دلاوری اظهر، من دارم برای اظهر اجازه بدید سخنی بگم، اظهر پسر عموی یعقوب بود، مردی بود بسیار شوخ، خوش سخن، همه چیز رو به شوخی و مسخره میگرفت، ولی در اوج دلاوری بود. زمانی که باید دلاوری خودش نشون بده به نیکوترین وجه نشون میداد و زمان شوخی خنده هم اهل شوخی و خنده بود. و اینجا در جنگ در سپاه یعقوب کار میکرد و بسیار یعقوب رو دوست داشت. یعنی اگر یعقوب با سه برادرش رو با عاملان اصلی این جنبش و جوشش استقلال طلبانه سیستان بدونیم، اظهر پنجمیش، اون چهار برادر رو که بگذاریم اظهر پنجمی. در اینجا هم وقتی که درست اظهر دید نیروهای یعقوب زیر فشار قرار گرفتن و نزدیک محاصره شهر، با شمشیر تیز خودش به طرف یکی از فیل‌ها رفت و خرطوم او رو قطع کرد و به زمین انداخت. پیلی که خرطومش بریده شده بود و خون ازش می‌ریخت، از شدت درد گیج شده بود و برگشت رو به دیگر پیل‌ها و به این و اون تنه می‌زد و دیگر پیل‌ها هم که حالت این پیل دماغ بریده رو یا خرطوم بریده رو دیدند، اونها هم گریزان شدند و هر یکی از یک طرف رفت. و درست در همین موقع یعقوب زمان رو غنیمت شمرد، با 50 از جنگاورترین نیروهای خودش که میشناخت دیگه، همه رو میشناخت، 50 از اونها رو، با 50 از اونها از میان این نیروهایی که آمده بودن برای محاصره یعقوب، از میان نیروهای ژنده پیل برید و رفت جلو با شمشیر و البته ممکن بود زخمایی هم برداشته باشن یا یکی دو سه نفر چهار پنج نفرشون از شمشیردارا از سواران کشته شده باشن، ولی مثل کارت برید و رفت جلو و رسید به چادر و جایگاه فرماندهی ژنده پیل و از میان نگهبانان اون با دلاوری رد شد و با نیزه چنان به سینه ژنده پیل زد که سر نیزه از سوی دیگر از پشت او بیرون اومد و ژنده پیل از تخت فرو افتاد. نیروهای ژنده پیل که از یک طرف دیدن فرماندهشون کشته شده، از طرف دیگه فیلها هم کاری از دستشون بر نیومد و یکی از اون فیلها هم کشته شده به این وسیله، شروع کردند به، از طرف دیگه هم نیروهای یعقوب نیرو گرفتن، جون گرفتن، قدرت روحی پیدا کردن و تاختن به نیروهای ژنده پیل. اونطوری که نوشتن در یک روز 6,000 از نیروهای ژنده پیل کشته شدن و 30,000 دیگرشون اسیر شدن و 4 اسب گرانبها، 40 اسب گرانبها هم
از نیروهای ژنده پیل به دست نیروهای یعقوب افتاد. سالی که شکست ژنده پیل رو دید باز هم از میدان گریخت، که اینجا من میگم این دوباره گریز نبود، بلکه برگشت به سرعت بره از غیاب یعقوب استفاده کنه و برد شهر زرنگ رو تصرف کنه. آدم بسیار سمج و پرکاری بود و زرنگ بود، زمانی که هوا رو پس میدید میگریخت، پای فرارش خوب بود. یعقوب در تقسیم غنیمت ها اسب‌ها رو گرفت، اسب‌های بسیار ارزنده رو گرفت و مال و سلاح و تدارکات همه سپاه رو هم گرفت، ولی فیل‌ها رو بر نداشت. گفت این فیل‌ها جانورهای شومی هستند، برای اینکه این فیل‌ها به مکه در جنگ ابرهه حمله کرد. این آدم بسیار زرنگ بود، من گهگاه گفته هایی از او دیدم و نوشتم در کتابم و یا شنیدم در کتاب های دیگر. سخنانی که میگفت نشون میداد بسیار بسیار خوب فکر میکنه. دید فیل زحمت داره، تیمارش، نگهداریش و ازش عدم استفادهش از جنگ های دراز و طولانی، یعنی با پیل نمیتونست از زرنگ بلند شه بره تا کابل. این فقط میتونن فیل میتونه 10-20 کیلومتر بیشتر، همینطور که در جنگ هندوستان هم هندی ها فقط در کرنال که نزدیک دهلی بود از فیل استفاده کردن، در بقیه جاها نتوانستن از پیل استفاده کنن. به هر روی اینجا زیرکی چیز یعقوب نشون داده شد و گفت این پیل ها رو نمیخوام، این پیل ها مال خودتون باشه. به هر روی یعقوب به برادر ژنده پیل که زنده مونده بود و اسیر شده بود گفت من تو رو از طرف خودم فرمان روای کابل میکنم. بازم اینجاش تیز خوشی و زرنگیش بود. و 5 نفر رو رایزن در کنار تو میذارم که تو رو در گردش کارها یاری بدم. خب برادر ژنده پیل هم از خدا میخواست، پذیرفت و گفت من در خدمت شما هستم. بعد دستور داد اون 6000 نفری که کشته شدن سر همه اونها رو ببرن و برای نشان دادن اهمیت این جنگ کشتی های کوچک و قایق های از رودخانه هیرمند اینو بیارن تا سیستان. اونطوری که در تاریخ سیستان نوشته شده و اونطوری که در تاریخ حسین یزدانیان نوشته شده بیش از 200 کشتی آمدند این 6000 سر رو حرکت دادن به سوی پیاده. این به نظر من نمیتونه درست باشه، برای اینکه 200 کشتی یعنی تو هر کشتی 30 تا سر گذاشتن، یا مثل که 26000 تا 200 تا کمتر، بنابراین مثل که کمتر از اون میرسته. در هر حال یا 30 تا به هر روی یا 20 تا، این درست نیست. حالا تاریخ نویس لغزش پیدا کرده، اونا کاری نداره. به هر روی سال وقتی گریخ از راه رودخانه نیومد طرف زرنگ. چرا؟ برای اینکه از راه رودخانه اگر میومد به طرف زرنگ زمان به درازا میکشید. از راه بیابان اومد که البته خطر زیاد بود و خطر حیوانات، خطر راهزنان، همه اینها بودن، ولی یک سوم راه بود. با این همه 600 کیلومتر، 600 کیلومتر فاصله بود، یعنی 100 فرسنگ بین کابل تا زرنگ. من از دوست عجبند آقای وارتان خواهش میکنم آگهی رو پخش بکنن، بعد تلفن رو هم باز بگذارن و
ببینیم بینندگان اگر پرسشی دارن پاسخ بدی. خب 4-5 روز بعد از اینکه صالح شماره تلفن هم آقای وارتان گذاشتن روی پرده تلویزیون، 4-5 روز بعد از اینکه صالح از کنار شهر کابل گریخت، پیرامون نیمه شب رسید به شهر زرنگ، به دروازه آکار. شهر زرنگ 4 دروازه بزرگ داشت، یکیش آکار اسمش بود و مردم شهر گمان کردند که این یعقوبه که در اثر در بعد از پیروزی در جنگ و گرفتن صالح آمده و مخواد وارد شهر شد. دروازه رو باز کردن و نیروهای صالح وارد شهر شد. تا امر اومد خبردار بشه، نیروهای صالح رفتن سرای امر و امر رو دستگیر کردن و از طرف دیگه هم رفتن و نگهبانان شرطه رو کشتن و عزیز الله فرزند عبدالله رو هم دستگیر کردن و به زندان انداختن و خلاصه شهر رو تصرف کرد. این داستان یعقوب رو تا اینجا میگذاریم و بعد برمیگردیم به برنامه دیگری که تا اگر کسی پرسشی داره تلفن بکنه و پاسخ بده. یک بارها شده که ملت ایران شنیدم ازشون میگن که آقا ما ملت که در دنیا کاری نکردیم، ما ملت که حالا اگر جنگی هم بوده با خونریزی بوده، با نمیدونم ستم بوده، با فلان بوده، اینا نمیگن که همه کشورهایی که در دنیا قدرتی پیدا کردن همچی با ناز و دست به سر کشیدن و بوسیدن و جلو رفتن کاری نکردن، بلکه اینا همه جا قدرت رو باید نشون میدادن. بنابراین در اینجا من یه چیزایی رو جمع کردم که خیلی جالبه برای شما. نخستین مردمی که سیستم اوبو یا فاضلاب رو برای تخلیه آب شهری به بیرون از شهر اختراع کرد ایرانیان بودن. ببینید حالا ما اوبو نداریم، ولی در ایران البته، ولی ایرانی ها پدران ما نخستین کسانی بودن که این کارو کردن. نخستین مردمی که اسب رو تربیت کردن، اسب وحشی رو، و به جهان هدیه کردند ایرانی ها بودن. به همین دلیل هم شما میبینید که عرب به اسب میگه فورس، فورس همون یعنی ایرانی فورس، و انگلیسی هم میگه هورس که از همون فورس میاد. فورس و هورس هر دو از یک معنا میاد، نشون میده که این رو ایرانی ها به جهان دادن. نخستین مردمی که حیوانات خانگی رو تربیت کردن، مثل سگ و گربه و نمیدونم کبوتر و غیره، و جهت بهره‌مندی از اونا استفاده کردند ایرانی ها بودن. کبوتر نامور رو ایرانی ها درست کردن، تربیت کردن و رفت این کار رو انجام دادن. یکی دو نفر آمدن روی خط قطع کردن، به هر حال باید جمله رو من تموم میکردم تا پاسخ میدادم. نخستین مردمی که ذوب فلزات رو در شهر سیلک در اطراف کاشان آغاز کردند ایرانیان بودند. ایرانی ها اولین بار در تپه‌های سیلک پیدا شده که آهن رو توانستن، یعنی فلزات رو ذوب کنند. اولین کسانی که کشاورزی رو برای کاشت و برداشت کشف کردند ایرانی ها بودند. علاوه فرمایید درود به شما. درود بر شما قربان، من خیلی خوشحالم بهتون صحبت میکنم. خواهش میکنم قربان، من اکثر کتابای شما رو خوندم، واقعا آفرین به شما، چقدر روان شما می‌نویسید. سپاسگزارم. من 5 جلد کتاب نادرم گرفتم خوندم. اگر امکان داره دو سه تا سوال خیلی کوتاه راجع به این کتاب من از شما بکنم لطفا. حتما بفرمایید. اولین سوال اینه که آخرین جنگی که نادر با اسپانیا در قارس کرد و
پسرش که اونم در یه جبهه دیگه بود، این عثمانی ها رو به کلی سپاه رو شکست. بله. یه مقداری از این سپاه رو فرستاد تبریز هم تو که نوشته بودین و یه مقداری تهران. سوال من از شما، سوال اول اینه، از شخص شما، چرا نادر نرفت تا استانبول و این جریان حکومت و یه جوری مثل گورکانیا بکنه مثل که در هند رفت؟ این سوال اول منه. سوال دوم من، این نادر در زمان که فرمان روای ایران بود یه مقدار زیادی مردم کوچ داد از اینجا به اونجا. بله. بنده خودم اهل شیراز هستم، در بغل شیراز یک نیبرهود، یه محله‌ای هست که اینا ترکان هست، یعنی مردمی هستن که با ترکی صحبت میکنن. اینا من فکر میکنم بهشون میگن اسمشون هست ابوردیا یا بلوردیا در زبان محلی. من فکر میکنم اینا از جنگ های نادر با اشرف افغان بوده در اون موقع. اگر شما اطلاعاتی در این راجب این ابوردیا لطفا بفرمایید، من خیلی متشکرم. نفس سوال اول قارس بود. بله. سوال دوم کوچ دادن نادر، یه مقدار مردم از گرجستان آورد، یه مقداری در کتاب شما توضیح دادید. سوال سوم اینه، من اینه، شما در این جلد پنج جلد کتاب هیچ سخنی از کریم خان نیوردین، نشده، و آیا شما میخوان یه کتابی راجع به کریم خان زن، این مرد بزرگ ایرانی هم بنویسید؟ یا من خیلی متشکرم، از سوال از من ندارید، من از طریق تلویزیون گوش بدید، ولی اگه پرسشی میخوایدم روی خط باشید برای من دوش کنید. میمونید روی خط؟ اشکال من نمیخوام، تکلیف نمی کنم شما باشید، میگم اگه دلتون خواست، و یعنی من پاسخ من نفس خداحافظی میکنم با شما. درود به شما، موفق و زنده باشید. سپاسگزارم. پرسش ها جالب بود همش، ولی من در شگفتم که برخی از اینها رو من در همان کتاب پاسخشو دادم. ببینید، در آخرین جنگ نادر با عثمانی ها که نصرالله میرزا پسر دوم نادر، نصرالله میرزا رو خیلی بیشتر از رضا قلی میرزا دوست داشت، به خصوص بعد از اینکه خب کور شده بود و دیگه اون کنار بود، و واقعا اگر زندگی نادر به درازا میکشید نصرالله میرزا حتما جانشین نادر میشد، حتی گویین که بعدا نوه نادر به نام شاهرخشاه جانشین شد. به هر حال نادر شرایط صلح رو هم به عثمانی ها تحمیل کرد، یعنی برای اینکه نگر نادر سنیه و دشمن شیعه است، اینا مجبور کرد عثمانی ها رو که یک غرفه یک ایوان در مراسم حج به شیعیان جعفری بدن و پنج غرفه درست کنن، یعنی حنبلی ها، حنفی ها، شافعی ها، مالکی ها و شیعیان، برای اینکه نشون بده واقعا بی‌طرفه. اما چرا نرفت تا استانبول؟ برای اینکه نادر جهانگشا نبود. نادر جهانگشا نبود، همطور که دهلی رو هم تصرف کرد، داد بهشون رو برگشت. نادر میگفت اون قسمت‌هایی که خاک منه باید به دست من برسه. و بعدم وقتی اینا رو به دستشون رسید، حتی سرداران نادر بهش تکلیف کردن آقا سپاه عثمانی داغون شده، بریم تا استانبول. گفت نه، گفت تا اینجا مرز ماست، ما تا همینجا میخواییم باشیم، یعنی تا دیاربکر رو، تا موصل و اینجاهایی که الان توش کشت و کشت داره. این یکی. اما میگه این هم بیننده معلومه کتاب رو خوب خونده که کوچ مردم، چرا مردم رو کوچ میداده از این ور به اون ور، از اون بسیاری از بختیاری ها رو که اذیتش میکردن کوچ داد، بعد نمیدونم گرج ها رو کوش داد، هم درست کوش داد. بله. چرا؟ چون خود نادر فرزند کوچ بود. نادر اجدادش، نیاکانش از کردستان به دستور شاه اسماعیل صفوی کوچ داده شدند به خراسان، و این آغاز پادشاهی صفویان بود. در پایان پادشاهی صفویان
یعنی اون موقعی که نادر یه مردی شده بود و اومد و سپهسالار شد، نادر کرد بود. نادر جزء این بسیاری میگن ترکمن بود، نه ترکمن نبود، از فرزندان کردهایی بود که کوچ داده شده بودن به خراسان و ماورانه. و ایشون هم پرسش کردن، گفتن من فکر میکنم که اون گروه نمیدونم اباوردیان اون گروه کوچ داده شدن، من خبری ندارم، من باید بدونم شیوه نامگذاری و محل و اینا باشه تا بتونم جواب بدم. بعد پرسیدن چرا در پنج کتاب سخنی از کریم خان زند نشده. اولا کریم خان مورد احترام منه. سه پادشاه هرگز به ملتشون ظلم نکردند و زور نگفتند. کوروش بزرگ، داریوش بزرگ و کریم خان زند. خودش رو اصلا شاه ننامید، خودش رو وکیل رعایا نامید که درست ترجمه رئیس جمهوره. و در من گمان میکنم که در مورد آقا محمد خان که من در کتاب نادر مطلبی دربارش نوشتم، حتما درباره کریم خان زند هم نوشتم. برای که یادمه در یک موردی من راجع به کریم خان زند و بعد اینکه شیخ علی خان زند رفت و با تیره قاجار جنگید و بعد ممدحسن میرزا قاجار پدر آقا محمد خان کشته شد و آقا محمد خان اسیر شد و بعد اون ماجراها و که عقیمش هم حق کردن آقا محمد خان رو نوشتم. نمیدونم در اونجا نوشتم یا در کتاب امیر کبیر، به هر روی اون نوشتم. اما اصولا من در نظر دارم که درباره کریم خان زند کتابی بنویسم. الو بفرمایید. درود بر شما، با من صحبت میکنید؟ بله با شما سخن میگم. من از تهران مزاحم میشم. خواستم امروز یه چیزی راجع به این صحبت های خامنه ای بگم. خواستم بگم که اول از این درود خدا بر ملت، درود خدا بر سربازان گمنام رستاخیز ایران، درود خدا بر جنبش سبز که ساعت 2 شب الان شروع میکنیم تا ساعت 5 صبح شعار می‌نویسیم. خواستم به این آقای خامنه‌ای بگم، آقا میگم به خاطر شعور ایرانی، فتنه به قول شما، خیزش به قول ما، نخوابیده. اگر فتنه ما فتنه گریم. فقط خواستم بگم چون که آقای انقطاع این کانال ها رو نگاه میکنن اینا، خواستم بگم همین الان من دارم میگم با دوستان فکرگری، شما نمیدونید این شهرداری ها کارشون چقدر زیاد شده. البته دلم هم میسوزه بهشون، میان این پاک میکنن هر روز، کارشون دوبله است. ولی خواستم بگم نخوابیده، این جنبش هر سه رنگه، هم سبزه هم سفیده هم سرخه، جنبش پاک ملت ایرانه. اینه یادتون نره، ما فتنه‌گرا به خاطر برداشتن فتنه نیست شما آقای خامنه‌ای سرپا میمونید. لطفا قطع نکنید، من با تون سخن دارم. الو بفرمایید. کجا در از دهان من شما شنیدید که من به جنبش سبز گفته باشم فتنه؟ من شما الان میگید، شما میفرمایید به قولش. نه من گفتم من دارم با آقای خامنه‌ای صحبت میکنم. من فکر کردم چون فتنه خود فتنه خامنه‌ای است. ما همیشه بله. من گفتم امروز هم تاخه صحبت کرده. بله متوجه شدم. بله همین خوب شد شنونده ها روشن بشن. این فتنه رو از زبان آقای خامنه‌ای ایشون گفتم. خیلی سپاسگزارم. نه گفته شو... فتنه. من میگم ما مفرخریم که فتنه گریم از دیده شما، ولی ما رستاخیزگریم. ما مطمئن باشید، ما نخوابیم. مطمئن باشید پیروزی با ملت ایرانه. خدا نگهدار. نگهدار ملت ایران. خدا نگهدار. الو بفرمایید. بله به هر روی خیلی شجاعت میخواد. الان ساعت 4:30 صبح ایرانه. یه نفر از تهران داره زنگ میزنه و اینگونه دلاورانه سخن میگه.
الو بفرمایید. الو باقی انقطاع صحبت بخارم. من انقطاع هستم، درود بر شما. زمانمونم زیاد نیست، فقط دو دقیقه است. یک سوال از خدمت آقای انقطاع میخواستم خدمت سوال کنم که محمود افغان که تجزیه افغانستان از ایران انجام داد حدوداً چه سالی بوده؟ اولا محمود این که صدای تلویزیونتون نمیذاره که من حرف بزنم. من خواهشم اینه تلویزیونانتون رو کم کنید. محمود افغان افغانستان رو تجزیه نکرد. محمود افغان یک ایرانی بود که از آخوندیسم آخری صفویه به جان آمده بود. صفویه در زمان شاه سلطان حسین ضعیف شده بود. محمود افغان از نارضایی مردم سود برد، از قندهار پاشد کوبید و جنگید و پیش برد و کبید و اومد رسید به اصفهان. و شاه سلطان حسین هنوز به دستور آقای محمد باقر مجلسی تو عالم هپروت بود و بازوبند پیروزی به بازوش میبست و خیال میکرد که پیروز میشه. و امروز آقای مجلسی میگفت اینا فردا میمون میشن و چرا میمون نشدن؟ نه، یه دعایی که خوندید برای اون نخود آش دعا درست نبوده، میمون نشدن. حالا اینجوری و انقدر سر دواندند تا اینکه محمود افغان وارد، یعنی اصفهانی ها اصلا خودشون کمک کردن و محمود افغان و اشرف افغان وارد اصفهان شدن. این تجزیه نبود، تجزیه بعدن زمان میزاخان نوری و ناصرالدین شاه افغانستان تجزیه شد. به هر روی پرسششون سال حمله رو من دقیقا به خاطرم نیست، ولی فکر میکنم 1125 قمری باشه. 1125. با سپاس از بینندگان ارجمند تلویزیون پارس و با سپاس از دوست گرامی آقای وارتان در اتاق فرمان، همگی رو به خدا میسپاریم. روز و روزگار بر شما خوش. تا درودی دیگر، بدرود و پاینده ایران.